احد اکبری داره میپرسه خانم توکلی سوال منو جواب بده، شما چند درصد احتمال میدی کشورهای خارجی ایران، آمریکا، روسیه، سوریه، عراق در پیدایش داعش نقش داشتن؟ لطفا درصد بده. خب اوه درصد بدم که همه اینا چقدر چجان نقش داشتن. خب من میتونم عربستان رو چرا نذاشتیم؟ جالبی این خیلی جالبه که مثلا عربستان سعودی که نیستش اینجا توی اینا. اولا عربستان سعودی خیلی نقش خیلی زیادی داشته توی به وجود اومدن داعش، ولی حتی اونها هم داعش رو قبول ندارن، نمیخوان و بیرون کردن از کشور خودشون اینها رو. درسته؟ اینا نمیخوان باور کنن که یه سری هستن که این داعش رو به وجود آوردن خودشون، بخاطر اینکه سنی هستن، اسلام سنی رو قبول دارن، وهابیسم رو از رو وهابیسم سلافیسم مثلا شدیدتری وجود آوردن و از رو اون داعش و القاعده اینا رو به وجود آوردن و اونا حتی بین خودشون همدیگر رو میکشن. یعنی آخرای جنگ سوریه، آخرای اون موقعی که قبل از اینکه سقوط بکنه داعش، یعنی سقوط بکنه، اون زمین هایی رو گرفته بود از دستش بر بگردونن ازشون بگیرن، این افتاده بودن به جون همدیگه، همدیگر هم میکشتن بین این از القاعده و داعش و اینا، همدیگر رو میکشتن. شما نمیتونی بگی که اینها همه وجود نداره توی اسلام سنی و حتی بین سلفی های سنی باز هم فرق هست، بین حتی کسایی که تو جمهوری اسلامی هستن، حتی تو جمهوری اسلامی با هم دیگه دعوا جنگ دارن، همه اینا وجود داره، این واقعیتی که وجود داره، ما باید قبول بکنیم که اینا وجود دارن. من اگه من ببینید درصد نمیتونم بدم، ولی رول هر کدوم از این کشورها رو توی داعش میتونم بگم. عربستان هم بعد اضافه میکنه. خب عربستان اول ایران رو بگیم. خب ایران نقش خیلی از اولش نقش ایرانه بگیم. خب برای اینکه ایران انقلاب 58 یا 1979 جمهوری اسلامی باعث شد و اینکه خواست ایران و مذهب شیعه نه فقط شیعه، ولایت فقیه رو خواست خارج از مرز ایران رشد بده و اکسپورت بکنه و اینکه خیلی هم ضد شاهنشاهی و ضد بود، این خیلی عربستان رو ترسوند و عربستان خواست با ایران رقابت بکنه و عربستان سعی کرد وهابیت رو هم به خاطر اینکه همون سال که تو ایران انقلاب اتفاق افتاد، اینا سعی کردن کعبه رو فتح بکنن، وهابیای توی عربستان هم سعی کردن که مثلا کپی بکنن کاری که توی ایران اتفاق افتاد، علیه شاههای عربستان سعودی پاشن و این خیلی ترسوند شاههای عربستان و اینا سعی کردن خیلی دینی تر بشن که این وهابی عصبانی نشن و پول کلی دادن که وهابیت رو رشد دادن و مدرسه های وهابی خارج از عربستان ساختن و این دینیش این مذهبی شد که پایه قاعده و داعش شد. خب یعنی شروعش به خاطر همون انقلاب جمهوری اسلامیه و ایران رو لشینه. خب عربستان سعودی نقشه این رو داشت که شروع کرد این دین رو حمایت کردن، روش دادن، پول دادن، ولی بعدم از کنترلشون خارج شد، جوری شد که القاعده و داعش خودشون علیه عربستان سعودی هست، مخصوصا موقعی که عربستان اومد اجازه داد به آمریکایی‌ها که بیان سپاه نظامیشون رو وارد خاک عربستان سعودی کنند، اون موقع دیگه خیلی شدید علیه آل وهاب، خیلی شدید علیه آل سعود شد. یعنی یه چیزی بود که اینا خودشون ساختن ولی بعدن شد فرانکنستاین مانستر خودشون خود علیه آل سعود شد. ولی خب نقش اول ایران رو داشت، نقش دوم عربستان رو داشت. آمریکا هم میتونیم بگیم دو جارخ این نقش زیاد داشت. یکی موقع ریگن بود که اومد القاعده رو علیه شوروی سابق خیلی حمایت کرد، ولی اون موقع القاعده نبودن، اون موقع خب. زده شورابی سری اسلامی بودن که می جنگ. درسته، ولی اسمشون آره. همون آدم ها بودن و با همون عقاید همون عقاید و همون آدم ها هم بودن و
ریگن این نقش داشت. یه نقش دوم هم اون برای القاعده بود، نقش داعش هم از القاعده اومده. نقش دومی که آمریکا داشت این بود که ابوبکر البغدادی بالاخره تو زندان آمریکا تو عراق بود که تمام طرفداراش رو پیدا کرد و کانکشناش رو اونجا پیدا کرد. میتونیم بگیم اینا از هم نبوده ها، اینا هیچ کدومش از هم نبوده، ولی خب نقش آمریکا هم بوده. خب پس نقش ایران رو گفتم، نقش عربستان رو گفتم، نقش آمریکا رو گفتم، نقش روسیه من نمیدونم، روسیه هیچ نقش اینجا فکر نکنم داشته باشه، ولی سوریه و عراق هم نقششون این بوده که یه حکومت‌های مزخرفی داشتن که سریع افتاد موقعی که داعش روش کرد، که تونست به داعش یک منطقه بده که اینا بتونن به شدید رشد بکنن و حکومت خودشون این همه مدت رشد بدن. این هم نقش سوریه و عراق بوده. نقش همه رو من خیلی سریع گفتم، این خیلی خوب بود. آره خوب بود. روسیه هم خب به ایران، یعنی با ایران همکاری میکنه دیگه در بعدش هم ایران بعد از این که بعد از جنگ که صدام افتاد، در ایران خب خیلی فرقه گرایی میکنه در خاورمیانه. بعد از اینکه صدام افتاد کلن جنگ سنی شیعه در واقع از اون موقع شروع شد که سرکوب کردن سنی ها در عراق خب اون هم کمک کرد به وجود آوردن داعش و القاعده. چی میگن، قدرت القاعده و داعش رو بزرگتر کرد به خاطر اینکه خب وقتی که سنی ها سرکوب شدن خب اونها هم بیشتر افراطی تر شدن. کسرا راست میگه، من یکی از مهمترین نکات رو نگفتم، میگه نقش آمریکا رو که صدام حسین رو ساقط کرد نگفتی. دقیقاً این یکی از مهمترین. آره اونم دقیقاً. خیلی ممنون کسرا جان، مهم تقریبا یکی از مهمتریناشو نگفتم. علی رم جواب بدیم، البته با ولی همش با جمهوری تو میشه شد. بفرمایید. آره البته بذاریم بریم توی بحث اون تئوری توته. خب اینا همش تئوری توته است. نمیدونم. به حساب بریم داخل منطقه خودمون، بریم توی ایران و اپوزیسیون. البته یه سری سوالات هم هست به نظرم بپرسیم الان بد نیستش. اول از همه چیز خودم عرض کنم، من خودم در مورد تئوری توته که بین ما ایرانی ها هستش، چون من خودم فعالیت سیاسی میکنم اینجا که هستم و این چیزی که شما فرمودین که تو اپوزیسیون همچین حالتی وجود داره و نمیتونن بشینن با همدیگه صحبت کنن و همش عملا اینجوری بگم به همدیگه اتیکت های مختلف میچسبونن. من خود من بارها به من مجاهد گفتن، جمهوری طرفدار جمهوری اسلامی گفتن، همه جور گفتن، اما اون حرف اصلی منو هیچ وقت نشنیدن دقیقا چیه. من فکر میکنم که این نظر منه که احساس میکنم که این برمیگرده به تاریخ معاصر ما. ما تو این 100 سال 150 سال گذشته اینقدر توطئه‌های مختلف شکل گرفته تو ایران و تو همه‌شون هم به هر حال عوامل، چه عوامل خارجی چه عوامل داخلی، توش نقش داشتن برای شکل گیری این توطئه‌ها و خیلی هاشون هم به نتیجه رسید. یکیش به عنوان مثال همین دوست ما اینجا اشاره کرده که همین به حساب شورش 57 که به حساب خب تا یه حدی مشخص شدش که آمریکا تا چه حد میتونست تو این قضیه نقش داشته باشه، یا فرانسه یا هر کشور دیگه. من فکر میکنم که این دقیقا نهادینه شده تو ذهن ما ایرانی یا خواسته یا ناخواسته که هر اتفاقی میفته میگیم یه توطئه‌ای هست و عملا این تبعام توطئه دیگه جزء ساختار زندگی ما شده. نمیدونم نظر شما چی هست در این مورد. به نظرم خیلی مهمه که آدم واقعیت رو ببینه، ببینه که آره درسته که کشورهای دیگه مثلا آمریکا الان چند و اروپا توی خاورمیانه دست داشتن 100%، ولی ما باید ببینیم که خب چه چیزای دیگه هم دست داشتن. خب اسلام سیاسی دست داشته، دیکتاتورهای مختلف دست داشتن، خب اینا همه، اینها هم واقعیت. درسته که مثلا CIA هم دست داشته توی اینی که اولین کودتایی که شده بود در مصدق رو برداشتن و اینا، ولی ما باید ببینیم خودمون چقدر دموکرات بودیم، خودمون مثلا چقدر میتونستیم دموکراسی رو. حتی الان 40 سال بعد از اینکه جمهوری اسلامی قدرت رو داره تو ایران، ما نمیتونیم دور یه میز بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم بدون اینکه هم دیگه رو بکشیم. حزبای دانمارک سعی کرده بودن اپوزیسیون ایران رو توی مجلس دانمارک جمع کنن، نزدیک بود همدیگر بکشن
یعنی اصلا خیلی سخته واسه ما اینکه ما همدیگه رو بتونیم قبول کنیم، تحمل کنیم، و باید مشکل رو پیش خودمون هم ببینیم. فقط الان مثلا اینم تو کتابم نوشتم، یعنی الان تو خاورمیانه هر اتفاقی که بیفته میگن خب آمریکا چرا نیومد این کارو بکنه، یا آمریکا چرا اومد این کارو بکنه. مثلا الان تو وقتی که داعش داشت این همه آدمو میکشت تو سوریه و عراق، میگفتن که تو آمریکا چی کار میخواد بکنه، آمریکا میرفت یه کاری بکنه. خب اشتباه هم زیاد میکردن، درسته، من قبول دارم، ولی الان یه جوری شده اگه آمریکا بکنه اشتباس، اگه نکنم اشتباس، یعنی اگه نکنه میذاره مردم کشته بشن، یزیدیا کشته بشن، کردا کشته بشن، اگرم بره تو تقصیر آمریکاست همه چیز. ما باید خودمونم ببینیم آقا جان چه مشکلاتی خودمون داریم تو خاورمیانه، چه مشکلاتی خودمون داریم توی ایران، تو حتی تو اپوزیسیون ما داریم، یعنی واقعا واقعا افسرده میشدم وقتی فکر میکنه که ما نمیتونیم بعد از فکر کنم 2012 بود همچین چیزی تقریبا، میخواستیم یه گروه اپوزیسیون بودیم که میخواستیم یه حتی فقط یه پیغامی بدیم، پرس ریلیس، نمیدونم چی میشه به فارسی، حتی اینکه به مطبوعاتی پیغامی بدیم که آقا جان نشستیم میخواییم مثلا آزادی خواهی و دموکراسی اینا رو در رابطه با این صحبت بکنیم، میخواییم ایران کشور دموکراتی باشه، دموکراسی میخواییم، آزادی میخواییم. اصلا خیلی سخت بود و همونجوری که میگم نصف بحث سر این بود که آیا کسانی هستش در بین ما که با اسرائیل کار میکنه، یا اینکه کسانی هستش بین ما که با جمهوری اسلامی کار میکنه، به جای اینکه آقا جان ببینید که حالا اصلا شما چی میگی، نظراتتون چیه، مشکلتون چیه با نظرات بقیه، تا اینکه بتونیم به همدیگه تهمت بزنیم که فلانی یا مجاهده یا نیست، یا با اسرائیل کار کرده یا نکرده، یا حالا حتی ایران رفته یه موقع یا نرفته. بیایم بشیم نظراتمون رو در رابطهش صحبت بکنیم. و 100% خب این خیلی سخته وقتی جمهوری اسلامی مثلا کسی رو مثل روح الله زم میکشه میبره عراق و بعدش اعدام میکنه، از عراق میگیره و میبره ایران و اعدام میکنه. 100% خب این کمک نمی کنه و این دشمن ماست، جمهوری اسلامی دشمن ماهایی هستن که نمیخوایم جمهوری اسلامی قدرت داشته باشه در ایران، درسته؟ ولی ما باید نمیتونیم به جز بحث های آزاد و بحث های دموکراتیک و چی میگن، مجبوریم اولین چیزی که واسه اپوزیسیون مهمه به نظر من اینه که همدیگر تحمل بکنیم، همدیگر بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم بدون اینکه تهمت علکی بزنیم به هم دیگه. ما قبل از اینکه من میخوام سوال یاسر رو جواب بدیم، ولی قبل از اینکه سوال یاسر جواب بدیم، من سه تا چیز رو نوشتم که سریع بگم. یکی ببینیم ما یه فرق داره بین اینکه آیا کسی نقش داشته باشه یا اینکه عامل اصلی باشه. خب توی سیاست و توی روابط بین المللی انقدر همه چی به هم وصله که هر کسی میتونیم بگیم توی یه چیزی نقش اگه دنبال این هستی که آیا فلان چیز تو فلان چیز نقش داشته، احتمال خیلی زیاد اینه که جوابش اینه که بله نقش داشته. خب یعنی خیلی احتمال اینه که یه چیزی توی یه چیزی نقش نداشته باشه خیلی کمه، یعنی اینقدر به همه چی ربط داره. یه جوری میتونی بهش میگم باترفلای افکت، یه جوری یه چیزی به یه چیزی که ربط داره. خب پس اینکه اگه شما نشون بدی که آیا این بین روی نقش داشته، این خیلی هنری نیست، ولی موضوع اینه که بعضیا میرن اینکه نشون میدن یه چیزی روی چیزی که نقش داشته، بعد یه جوری تو در برش حرف میزنن که انگار مثلا عامل اصلی این اتفاق بوده، در صورتی که عامل اصلی نبوده، یکی از هزار تا چیزی بوده که روی این موضوع نقش داشته. خب نذارین اینا رو براتون گنده کنن چون یه چیزی روی چیزی که نقش داشته، نذارین که بگین که خب اکثر موقع ها هم چیزی که روی چیزی که نقش داشته از عمد نبوده، خب یه چیزی نتیجه یه چیز دیگه بوده، ولی به خاطر نقش کسی نبوده، از عمد نبوده و باعث یه نتیجه شده که کسی کنترل نکرده که خالصا اینطوری بشه. خب
آیا میگن یه سوالم میبود که مثلا آیا آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی رو وجود میدن؟ اسرائیل فکر نکنم نقش خیلی زیادی داشته باشه، ولی آمریکا خیلی، بله آمریکا و انگلیس خیلی اینکه جمهوری اسلامی شد نقش زیادی داشتن. آیا از عمد بوده؟ نه از عمد نبوده، ولی آیا نقش داشتن؟ حتی اینا هم عامل اصلی هم میتونیم بگیم بودن، عامل اصلی هم بودن اتفاقا، خب ولی آیا میخواستن اینجوری بشه که شد؟ نه اینجوری نمیخواستن که بشه. اینا مثلا خدا که نیستن که بتونن همه چی رو کنترل بکنن اونجوری که بشه که بخواد. خب منظور انقلاب اسلامیه؟ نه بالاخره ما میدونیم که مثلا انگلیس به خامنه ای مثلا کمک کرد، آمریکا کودتایی که انجام داد بالاخره به انقلاب جمهوری اسلامی رسید، ولی اینا از هم نه ولی یادمون نره که پدر مادرای خودمون، پدر مادر من حداقل، توی این انقلاب نقش داشتن. یعنی من کسایی من که اومدن ببین تو خیابون انقلاب، نه نمیخوام بگم یعنی فقط بعضی موقع ما یادمون میره، فقط میگیم انگلیس و آمریکا و نمیدونم پاریس و فلان. دقیقاً حرفم اینه، چون من دقیقاً دارم همین رو میگم، چون یه چیزی نقش داشته معنیش نیست که اونا نقش نداشته. نه نه صد درصد. خب یه چیزی نقش زیادی، حتی یه چیزی باز یه چیزی اصلا ببینید، هر کدوم از اینا اگه نبود اصلا نمیشد، اگه مردم تو خیابون نمی اومدن انقلاب نمیشد، اگه آمریکا اون کودتا رو انجام نمیداد انقلاب نمیشد، اگه انگلیس مثلا به خمینی کمک نمیکرد انقلاب نمیشد. آیا همه اینا نقش داشتن؟ هیچ یه دونه نبوده، یک چیز نبوده و و تقریبا هیچ کدومشون هم نمیخواستن اینجوری بشه که شد. آره آره این مهمترین اینه، مادر من میخواستن این بلا سر مردم ایران بیاد، نه انگلیس رو نمیدونم آمریکا و پاریس و اینا همه، نه آمریکا راضی از کاری که کرد، نه انگلیس راضی از کاری که کرد، نه مردم ایران، نه مردم که مرد تو خیابون از راضی هست. کسی این نقشه هیچ کس نبود، فقط نقشه، حتی نقشه خود حتی خمینی هم تو خوابش اینقدر موفق نمیشد، حتی اونم اونم فکر نمیکردی هم چه اتفاقی بیفته، از نقشه اونم نبود. خیلی شانس. من میتونم یه چیز بگم، فکر کن که خود آخونده بینشون دموکراسی دارن، خب بین خودشون رو بیشتر تحمل میکنن تا اپوزیسیون ایران بیرون از ایران میتونه همدیگر تحمل کنه. این خیلی جالبه که این همه سب بین خودشون هم نظرات مختلف هست ولی همدیگر رو تحمل میکنن، خب ولی ماها نمیتونیم همدیگر تحمل کنیم. به این علت که اونا یه نقطه اشتراکی دارن به اسم اسلام و آره خب. روش دادن اسلام، ولی ما نداریم، ما دموکراسی رو نداریم، ما بدتشته دقیقاً. اما خب از اون طرف هم جمهوری اسلامی هم خب خیلی سالیان سال داره هزینه‌های خیلی زیادی میکنه که بخواد این عدم اعتماد بین اپوزیسیون تک تک افراد شکل بگیره و باشه، و همیشه هم قضیه توام و توتر رو با میگم افرادی هم که داخل ایران داره هم دقیقاً اینو چی میگن هی پروپالش میده عملاً و مانع این شکل گیری یک اتحاد میشه، چون میدونه این اگر این توهم توطئه برداشته بشه، این اتیکت ها برداشته بشه، طبیعتا دیگه جمهوری اسلامی نخواهد بود.